البته روانشناسان دیگری مثل خانم هورنای و اینا حتما دیدید، اینا بحثشون این است که نه، این فرهنگ زنانه بوده که زنان رو حسود کرده، یعنی حسادت در اونها پرورده تر شده، رشد بیشتر کرده، به دلیل محرومیت های اجتماعی که بهشون میدادن، به دلیل این که نمیذاشتن به یک چیزایی برسن، و خب اگه برسن دیگه حسادت هم از میان رخت برمیبنه، درست همون که کمالی را به دست آورد تو هم که از کمال دیگران نفتی به غم. من یادم این نکته تجربه شخصی خود منه که خیلی جالبه. خب میگفتن از قدیم که این خانم ها هر جو که پیش هم میشینن شروع میکنن به صحبت کردن و سر صدا کردن. ما هر وقت توی مجالس مذهبی میرفتیم، هر چند کلمه که اون واعظ میگفت یکی دو تا تشر به خانم ها میزد پشت پرده که ساکت باشید فلان. فقط وقت روزه خوندن بود که روشو میکرد به اون بر به پشت پرده و گفت حالا خانم ها شما حالا خدمت کنید، حالا نوبت شماست. تا اون جاهی میگفت ساکت باشید اینا. یه باری من یادمه که دختر من مدرسه میرفت، درخواست کرده بودن که اولیا برن جلسه اولیا و مربیان بود. من رفتم، مادرش نرسید بره. چند تا پدرانم آمده بودن، کمتر، بیشتر مادرها آمده بودن. خب مدرسه هم دخترانه بود و کل صحنه به دست خانوما بود، معلمام که همه زن بودن، عرض می شود دخترها هم که بر خودشون، مادرها هم همینطور. این چند تا آقایون رو کرده بودن توی اتاق، مثلا ما شاید 20 نفر بودیم، بقیه هیچی هم نمی دیدیم که توی مدرسه چه میگه. بلنگو گذاشته بودن، ما فقط می شنفتیم، می گفتن خانم فلان اومدن سخنرانی کردن، بعدش خانم فلان. من رفت رفتیم نگاه تو آقایون همه با هم دیگه مشغول صحبت هستند، هیچ گوش نمیده. خب بدیهیه وقتی یه دیر رو پشت پرده میذارین، تمام از صحنه و از دیدن اونا رو محروم میکنه، شروع میکنه با هم دیگه حرف زدن. ولذا همون جیغ و دادی که میگفتن از مجالس زنانه برمیخیزی، اینجا از مجالس مردانه برمیخواد. این شرایط اجتماعی واقعا خیلی مهمه. همه چیز رو به ژنتیک مربوط کردن و به نمیدونم روانشناسی دوره کودکی و نمیدونم لیبیدو و شهوت و نمیدونم غریزه و اون این چیزایی که توی این روان شد، واقعا اگر هم اونا سهمی داشته باشه، که حالا شاید هم سهمی داشته باشه در شخصیت آدمی، ولی بیش از اونها به پرورده شدن آدمی، به محیط آدمی، به اکتسابیات آدمی بستگی داره. ببینید یه بچه‌ای که پیش پدر و مادری بزرگ میشه که در اینها میبینه حسادت رو، این حسود میشه، اینو نمیشه نادیده گرفت. ما میبینه مثلا اینا به حرفشون عمل نمیکنن، یه چیزی میگن یه چیز دیگه، دروغ میگن، یاد میگیره اینا بدون تردید. ببینه مثلا باباش و مادرش مثلا از یه چیزی میترسه، این بچه هم فکر میکنه خب باید آدم بترسه دیگه، خب میترسه. یا مثلا وقتی بحث مرگ در میان میاد، خیلی این بچه نگاه میکنه پدر و مادر چی جور عکس العملی نشون. همه اینا اکتسابیه، بسیاریش اکتسابی است و ما غافلیم. بعدا فردا مخصوصا برای تقریه خیشتن ما میگیم نه این چنین شد، اون چنان شد و در ژن من این بود یا اون بود. از اینها یعنی باید خصوصا این جور استدلالا که بوی جبر میده تا حدودی باید پرهیز کرد. مقدار زیادش محلول شرایطی است که آدمیان در او زندگی میکنن. باری خب ما اینجا خیلی چیزا شنیدیم دیگه، حالا هم بقیه سخنان مولوی رو تا پایان بخوانیم و بحث رو به پایان ببریم. ور حسد گیرد تو را در ره گلو، در حسد ابلیس را باشد غلو. کوز آدم ننگ دارد از حسد، با سعادت جنگ دارد از حسد. عقبه‌ای زین صعب‌تر در راه نیست، ای خنک آن کش حسد همراه نیست. این جسد خانه حسد آمد، بدان که از حسد آلوده باشد خاندان. گر جسد که میگه یعنی همین شخصیت جسمانی ما، گر جسد خانه حسد باشد، ولیک اون جسد را پاک کرد الله نیک. طهرا بیتی بیان پاکی است، گنج نور است در تلسمش خاکی است. میگوید که ولی البته که آدمی مستعد حسادت ورزیدن است، البته که این وجود جسمانی ما میتواند پر از حسد باشه، ولی آدمی میتواند این خانه رو جارو کنه، این وجود رو پاک کنه. مثال میزنه، البته این آیهی که مولوی به او
متمسک میشه آیه است در قرآن، در سوره بقره خطاب به ابراهیم و اسماعیل است که و مربوط به خانه کعبه است که خدا تحرا و بیتی للعاکفین و طائفین و رکع السجود، خانه من رو پاک کنید، پاکیزه کنید، جارو کنید برای راکعان، ساجدان، عبادتگران و غیره، کسانی که میخوان اونجا معتکف بشن، کسانی که میخوان طواف بکنن، خانه رو تمیز کن. مولوی که خب معتقد است دل آدمی خانه خداست، میگه این رو خطاب به خودمون ما باید بگیریم. وقتی که خداوند به ابراهیم میگه خانه منو پاک کن، نظیف کن، تمیز کن، خب اینجا هم خانه خداست، این رو هم باید پاک کرد، این رو هم باید ابراهیم وار و اسماعیل وار دست به تطهیرش برد، دست به تنظیفش برد. تطهیرا بیتی بیان پاکی است، اینکه خداوند گفت تطهیرا، تطهیر کنید خانه مرا، بیان پاک کردن است، یعنی معناش این است. گنج نور است در تلسمش خاکی است، بله ظاهرش خاکی است چه خانه کعبه و چه بدن ما، ولی یه گنجی از نور در آن نهفته است. چون کنی بر بی حسد مکر و حسد، زان حسد دل را سیاهی ها رسد. خاک شو مردان حق را زیر پا، خاک بر سر کن حسد را همچو ما. مولوی در اینجا خب نکته هم میگه، میگه مثل ما، من حسد رو مچاله کردم و خاک بر سر حسد کردم، تو هم بیا و با ما همراه شو و مثل ما حسد رو زیر پا بگذار. خب